Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от «Формула 55». Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в программе «Футбольный осьё». روز تو روز برای مخلصان فوتبال تاجیک لحظه حساس فرا میرسد. دسته منتخب تاجیکستان در بازی های انتخابی جام جهان دو واخوری باقی مانده خود را روزهای ششم و دوازدهم این سال جاری برگزار می نماید. آیا فوتبال بازان ما مسئله به مرحله جام جهان و آسیا برآمدن را حل می کنند؟ سوالی که در پیش روخت مستقیم را به جام آسیا 2027 و جام جهان 2026 دارد بسا مهم و ارزشمند یاد می شود. فدراسیون فوتبال مملکت با نشر از دسته منتخب تاجیکستان خبر می‌دهد که 22 مای امروز فوتبال بازان ما برای آمادگی با دو بازی آخرین تقدیرسوز به دولت قطر سفر می‌کنند و آنجا آخرین آمادگی خود را برپا می‌نمایند. سربراهی دسته منتخب تاجیکستان متخصص گرجی گلا شکیلادزه هیئت تیم ملی را اعلام کرد. برای این دو بازی البته با تیم ملی تاجیکستان 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر دعوت شدند. علیشر جلیلوف نیم حمایتگری استقلال دوشنبه از سبب جراحت برداشتنش در بازی‌ها اشتراک نمی‌کند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در قطر تا 2 ایون ادامه می‌یابد. 3 ایون منتخب تاجیکستان از دوحه برای بازی دور 5 مرحله 2 انتخابی جام جهان 2026 با تیم ملی اردن در گروه جی با عمان پایتخت اردن پرواز می نماید. روز 6 ایون در ورزشگاه بین المللی عمان ساعت 20:30 به وقت محلی و 22:30 به وقت دوشنبه این واخوری حل کننده تقدیرساز برای هر دو دسته شروع می شود. اگر تاجیکستان غلبه کرد پس ما 99% به مرحله 3 و جام آسیا روخت می گیریم و 1% به بازی با دسته پاکستان که در دور اول با نتیجه 6-1 غالب آمده بودیم روی حلی خود را خواهد یافت. اگر اردنی ها غلبه کنند مسئله روخت با جام آسیا با دور بازی های انتخابی جام آسیا که از نو قرعه کشی می شود با تاخیر خواهد افتاد. اگر بازی با نتیجه مساوی جمع بحث شد پس واخوری آخری دسته منتخب تاجیکستان با پاکستان در دوشنبه و عربستان سعودی با اردن در ورزشگاه دانشگاه ملک سعودی شهر اردیوز به این مسئله روشنی خواهد انداخت. نتیجه 1-1 در بازی رفت این دسته ها که در شهر دوشنبه 16 نوامبر سال 2023 به قید گرفته شده بود و گل جوابی را اردنی ها در 30 ثانیه آخری وقت اضافه شده به دروازه رستم یتیمی زده بودند چون سوختور به یاد ما خواهد زد. درست میکنیم که در همان بازی تاجیکستان و اردن شهرام سمیف در دقیقه 89 حساب را باز کرد، اما یزن عین نعمت شادی ما را در آخرین ثانیه ها برهم زد و حساب را برابر نمود. اگر حساب برابر نمیشد حالا دسته منتخب تاجیکستان پیش از مهلت به مرحله 3 مسابقه انتخابی جام جهان و به فینال جام آسیا 2027 روخت میگرفت. با فوتبال بازان تاجیک سال 2024 برایشان سالی کامیابی است موفقیت میخواهیم. در این دسته نسبت به بازی با عربستان سعودی و اشتراک در جام آسیا 2023 تغییرات وجود دارد. شناس میشویم. دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف، مورین حسنوف از استقلال، دلیرجان براتوف ایسرافشان، حمایتگران وحدت حنانوف، پرسپولیس ایرون، زویر جورابویف، منوچهر سفاروف هر دو از نفچی ازبکستان، مهربان کریموف، سمگورالی گرجستان، احتم نظاروف، تبریز اسلاموف، صادقجان قربانوف همه از استقلال، رحمتشو رحمتزاده از رفشان، نیم حمایتگران پرویز جان عمربویف سسکا 1348 بلغاریا، علیشر شکروف دینامو تبیلیسی گرجستان، فتحالله علیمزاده اتیراوی قزاقستان، امیربک جورابویف احسان پنجشنبه، امدانی کمالوف همه از استقلال، شرفجان سولیوف از رگریتاداز، ابوبکر سلیمانوف از برقچی، حمله‌گران شهرام سمیف، اندیجان ازبکستان، شیروانی و بچویف، رستم سویروف هر دو از استقلال، نوریدین همراخولوف از حاصیلو. این از حیط دسته منتخب تاجیکستان و از تغییرات خوش شما علاقه آگاه شدید. طوری میبینیم حیط دسته منتخب مملکت را بیش از همه فوتبال بازان دسته استقلال دوشنبه تشکیل میدهند که از 9 نفر عبارتند. استقلال مثل سالهای پیشین حالا در صدر جدول مسابقه قرار دارد و از نزدیکترین دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش 4 امتیاز بیشتر دارد. در بازی آخری دسته استقلال با اسخطا که به دور هفتم لیگ اولی رست آمد 7 بازیگران دسته منتخب به میدان آمدند.
شرح او رو پیگیری کنید. این وخوری دوری هفتم است و استقلال در میدانش از خطر رو قبول کرد. در رایتی دسته استقلال هفت نفر بازیگرای دسته منتخبی تاجیکستان در این وخوری اشتراک کردند. رستم یتیموف، صادق جان قربانوف، بعدن احتم نظرف، صادق جان قربانوف رو ایواز کرد. تبریز اسلاموف، خوب امدونی کمالوف و احسان پنجشنبه با شیروانی مبادشویف. بازی خیلی جالب هم بود. سرگل بود که از بازی های سرگل لیگ اولی چمپیونات مملکت میباشد و در این وخوری کیتا سوزوکی که اصلا استقلال او رو در نیمه دویوم انتظار بود و اینجا آمده است و گلی خود رو به ثمر رسانید و از روی اون امورهایی که بازیگرانی دسته منتخبی تاجیکستان در حیط استقلال دوران همین رو هم دیدیم که شیروانی مبادشویف بین این بازیگران با چهار گلی زدهش پیش صف می باشد و اصلا چون علیشهر جلیلوف که در حیط دسته منتخبی تاجیکستان بازی کردن نمیتواند درباره او نمیگویم. خوب صادق جان هم در تقریبا همه بازی ها، تبریز، احتم، همچنین امیربیک و رستم از همه کمتر در حیطی دسته منتخبی در حیطی دسته استقلال در این چمپیونات تاجیکستان بازی کرده است. اما دونی کمالوف هم اینجا هست، شیروانی تبریز گفتیم و احسان هم دو گل زده است و در این بازی که ما حالا میبینیم دسته استقلال در حقیقت در هجوم خیلی پر قوت بود، ضربه های خیلی زیاده هم زد و در نتیجه موریدو ده سوزا فلیس برتو هم گل دویم رو زد. الیکه چبویکه هم بلیسینگ در این وخوری نقش خود رو گذروند و اصلا لگیانر های استقلال امروز خیلی خوب بودند. خوب نواسیریت و شیروانی مبادشویف هم اینجا گل خود رو به ثمر رسونید. تقریبا با شما گفتم احسانی پنجشنبه هم در حیط دسته استقلال گلی خود رو دوتا رو به ثمر رسانید است و این نشون میدهد که دسته استقلالی دوشنبه چون اساسی دسته منتخبی تاجیکستان رو تشکیل میدهد با مجرای خیلی خوب هم روان است. خوب در این مسابقه استقلال با هفت از هفت بازی هفت غلبه به دست آورد، مساوی ندارد، باخت هم ندارد، شماره توپش خیلی زیاد هستند، 24-4 و 21 امتیاز دارد. طوری گفتیم در همه بازی ها استقلال با کمیبی موفق می شود. البته این سهمی بازیگرانی دسته منتخبی تاجیکستان است. احسانی پنجشنبه رو ببینید چگونه خیلی ماهرانه محض باز یک بازیگری دسته منتخبی تاجیکستان شیروانی مبادشویف رو با دروازه‌بان روبرو می آورد و او گلی چهارمی دسته استقلال در این بازی می زدد. منوچهر هم آهسته آهسته علاقه بعد دسته منتخبی تاجیکستان جلب شدنش نزدیک می شود، از خود مهارت خیلی خوب نشون می دهد، به میدان می آید و زود گل هم می زند. علاقه ما گل های منوچهر جلیلوف رو خیلی زیاد دیده ایم و محض در همین بازی هم او الیکه چبویکه بلیسینگ رو ایواز کرد و زود گل زد. فوتبالبازان دسته استقلال البته پیشرفتند، این هم نیروی تازه می بخشد برای ما که دسته منتخبی تاجیکستان محض از همین ها عبارت هست. و این وخوری با حساب 6-1 به پایان رسید و گمان میکنیم که در بازی های انتخابی جام جهان فوتبال بازان دسته استقلال در حیط دسته منتخبی تاجیکستان باز هم بازی زیبا نشان خواهند داد. دسته منتخبی اردن بعد از بازی های جام آسیا دو بازی خود را با دسته منتخبی پاکستان برپا نموده، در مجموع به دروازه این دسته 10 توپ زد، 3 توپ در پاکستان و 7 توپ دیگر در میدانش. با مقصد آنکه درباره این دسته و بازیگرانش معلومات بیشتری داشته باشیم با لیگ برتر اردن توجه کردیم. در دور 21 پریمیر لیگ دو پیشصف الحسین ملکی با الفیصلی قوا آزمودند. اکثر بازیگران دسته منتخب اردن از همین دسته هم میباشند. در پریمیر لیگ اردن 12 دسته شرکت می‌ورزد و ما قسمی از این دسته ها رو که در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکنند خوب میشناسیم. این دسته های الفیصلی عمان که حالا در زینه دویم جایگیر شده است و امروز بازی فیصلی هم در روبروی ما قرار دارد. فوتبالبازان دسته فیصلی هستند که اینجا هجومی خیلی خوبی خود رو تشکیل میدهند و طوری گفتیم در حیط این دسته منتخب اردن محض بازیگران این دو دسته الحسین و همچنین الفیصلی بازی میکنند. بازیشون خیلی خوب بود. یکی در زینه اول الحسین این 21 وخوری گذرانیده است. عموما در دوری پریمیر لیگ 21 بازی با
پویون رسیده است. 18 غلبه دارد، 2 مساوی دارد و 1 باخت. 45 نتیجه توپاش است، 56 امتیاز دارد. و اینجا فیض دسته الفیصلی عمان توانست با ضربه مره حساب را کشاید 1-0 و این گلی زده شده تا به انجام رفت. و ما باید گوییم که الوحدت در زینه سیم جایگیر شده است، بعدا الرمتها در زینه چورم، پنجم اول سالت، ششم عقبه، هفتم معان کلوی مرکزی است، هشتم شباب الاردن، الاهلی عمان را نهم، صحاب دهم و مغایر السرخان و الجلیل که در زینه های اخیر جایگیر شدند، همین ترکیب پریمیر لیگ کشور اردن را اینجا نگاه می‌دارند. و حالا اینجا یک لحظه بود که ضربه پنالتی بود و فوتبالیست دسته الحسین که در زینه اول هستند توپ را به ثمر رسانیدن نتوانستند. در نیمه دوم اصلا هجوم ها از جانب آنها بود و معلوم است که قسمی از بازیگران این دسته که در حیط دسته اردن در مقابل تاجیکستان بازی میکنند آنجا ما آنها را خواهیم دید. و این بازی با پیروزی الفیصلی عمان به پایان رسید. از چمپیونات هایی که فوتبال بازان تاجیک در حیط دسته منتخب بیشتر هنرنمایی دارند، لیگ برتر ازبکستان به شمار میرود. نفتی فرغانه بعد دور هفتم 3 غلبه، 2 مساوی و 2 باخت دارد و در زینه پنجم قرار گرفته است. در حیط آن محافظت‌گران اساسی منتخب تاجیکستان زهیر جورابایف و منوچهر سفاروف هنرنمایی میکنند. خیلی شد که ما درباره پریمیر لیگ ازبکستان با شما کم حرف زدیم و همین را یادرس میشیم که 14 دسته در این لیگ بین هم مبارزه میبرند و نوبهار در زینه اول است. بعد 7 بازیش 4 غلبه و 3 مساوی دارد، 15-7 نتیجه توپویش و 15 امتیاز دارد. نصف هم با دسته نوبهار برابر، امتیاز خویش در جای دویم، اگمکا سیوم، اندیجان چورم و نفچی فرغانه در زینه پنجم جایگیر شده است. و حالا ما و شما بازی رو میبینیم که در اینجا شاگردان لفچنکا مربی تاجیکستانی و عموماً مربیان تاجیکستانی در اینجا در سفر بازی دارند و حالا حساب این بازی شده می شود در مداری که در دقیقه های اخیر چهارمی وقت اضافه شده ایوانویچ توپ رو به توری دروازه دسته نفتی زد. و این بازی تماشابینان خیلی زیاد هستند در بازی هایی که نفتی میگذارند. زهیر جورابایف از آغاز در میدان است، منوچهر سفاروف گوه گوه از کرسی ایتیوتی به میدان می آید، کم به میدان می آید، ولی امکانیتی خود رو نشان دادن دارد. وقت هم خیلی دراز است، ببینید 99 دقیقه ادامه دارد ولی فوتبال بازان هنوز در میدان هنرنمایی دارند. و ما باوری داریم که زهیر جورابایف با منوچهر سفاروف در حیط دسته منتخب تاجیکستان باز هم می درخشند. حملگر دسته منتخب مملکت شهرام سمیف هم در لیگ برتر ازبکستان در حیط اندیجان بازی میکند. در بازی اخری این دسته با متالورگ بیکابود شهرام در میدان 84 دقیقه هنرنمایی کرد. او همچون در وخوری ها با نفچی فرغانه 81 دقیقه، سوغدیانه 31 دقیقه و نصف 27 دقیقه در میدان بود. شهرام در دوری پنجم لیگ برتر ازبکستان اولین گلش را به هدف رسانید. دمیان کرایشنیک ده از هر کلی امکانیت بارده سمیه ایکنچی گل نورده اندیجان فوتبالچان رقیب کمایستگی و دروازه‌بان شما چلیگی دن فایده لانم کساب دید یونول گرنشی که کلتری اپده اوز فایده لرگه اندیجان ایکنچی گل نورده منشو ترزده قدری دوستر شهرام سمیف خوزر اندیجان غلبه سن مستحکم لیاد فوتبال ده تای میت لاده هیچ کشان اسکر میده هیچ کشان اسکر میده سینور مسین سینگی اورشده من اشون مکال حاضر یه نبر کر روز اثبات نتاپت در روز بان وقت ماهیه بربر نتشون بعد نتیجه ده. وحدت هانونوف در موسم فوتبال لیگ برتر ایران با پرسپولیس بازی کم برگزار کرده است و او 2 مرتبه در حیط اساسی و 6 مرتبه از کرسی ایتیوتی وارد رقابت شده است. اسبی لات برداشتن در 3 بازی پرسپولیس عموما شرکت نکرده است، اما در بازی های دسته منتخب مملکت از بهترین محافظت‌گران ماست که
امیدمون بر اوست. پرسپولیس هو در لیگ برتر ایران در زینه دومی جدول مسابقات بعد از استقلال تهران جایگیر شده است. در لیگ برتر دسته ها 27 فخوری گذرانیدند. هایچی دوورونه که وخوری برای دسته های منتخبی اردن و تاجیکستان رو حکمی میکنند معین شدند. دووری فیفا احمد ابوبکر سعید الکافی 41 ساله دووری مرکزی رقابت از عمان تعیین شد. در میدان به او هموطنانش یوورون دووری فیفا ابوبکر سلیم مهد الامری و رشید حمید علی رشید الغایتی کمک میکنند. وظیفه دووری احتیاطی را عمر مبارک علی یعقوبی از عمان به عهده دارد. 25 مای موسم فوتبال سال 2023 و 2024 لیگ چمپیونان آسیا به انجام رسید. دسته العین امارات متحده عرب در ورزشگاه حزه بن زاید استادیوم دسته یوکوهاما مارینوس ژاپن را به حضور میپذیرد. طبق آگاهی دارد بازی نهایی لیگ چمپیونان آسیا از دو بازی عبارت است و وخوری نخستین دسته ها در ورزشگاه نیسان استادیوم یوکوهاما جریان گرفته و با غلبه صاحبان میدان انجام یافت. دوستان گرامی در همین جا برنامه امروزی ما با انجام رسید. برنامه و گزارش های تلویزیونی ورزش ادامه دارند و منظر شما میگردند. از بهترین برنامه و بازی های جالب و شفخوار دیر نمونید. خیر تا بازی. خود را احتیاط کنید. Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формулы 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане.